در رابطه با اسناد صحبت میکنیم و سندی رو برای اولین بار مجدداً در تاریخ برای شما پخش میکنم که بیش از نیم ساعت هست، 35 دقیقه سند واقعی از اون دوران هست که براتون میخوام پخش بکنم. چرا امشب میخوام این رو براتون پخش بکنم؟ روند انتقال قدرت رو در یکی دو هفته اخیر در رابطه باش صحبت کردیم. این داستان هایی که امروز با نام سبز، با نام جبهه سبز، جنبش سبز، حرکت سبز که در خارج از کشور، نه در داخل کشور، در خارج از کشور دارن ادامه میدن و افرادی رو دارن علم میکنن، مثلا آقای نوریزاده، مثل آقای سازگارا و امثال هم و لابیست های از یک طرف، از طرف دیگه این افراد به عنوان نقش سوم در این وسط که اگر حکومت در ایران بخواد تغییر پیدا بکنه یا دولت بخواد تغییر پیدا بکنه، این آقایون از این حرکات استفاده بکنن، در نتیجه به ایران برگردن و قدرت رو به دست بگیرن، در صورتی که یهی خیال باطل، چرا که اپوزیسیون ایران از همان ثانیه اول کار خودش رو آغاز کرد و برای پسگیری کشور، برای پسگیری هویت ملی و تمدن ایران شهری سعی کرد کوشش رو تلاش بکنه، ولی اینها در یک بزنگاه تاریخی آمدن و خودشون رو چسبوندن به اپوزیسیون. مثلا آقای نوریزاده شده اپوزیسیون، آقای سازگارا شده اپوزیسیون، آقایون خانم های دیگه هستند، یک به یک حالا نمیخوام نام ببرم، ولی از این دو شخصیت به عنوان کسایی که تنگاتنگ دارن با هم کار میکنن و پابلیسیتی دارن برای خودشون به وجود میارن که یکی از اون طرفداری میکنه، اون یکی پشت این در میاد، هر دو به طرفداری حکومت اسلامی، ولی از در دیگه ای وارد میشن. من این در دیگه ای رو وارد میخوان بشن رو میخوام تصویرش رو براتون مشخص بکنم که چه مقدار مشخصا شباهت داره با آن چیزی که در 57 اتفاق افتاد. اگر در اون روزگار یک نفر در دربار یا در خیابان یا در جای هر گوشه دست شاه رو میبوسید، همه بهش اعتراض میکردن که آقا این حرکت حرکت درستی نیست، ما نباید دیکتاتور بسازیم. سالها سعی و تلاش کردند، از کاه کوهی ساختند تا به قدرت برسند، اما از همون ثانیه های اول هزاران برابر کاری انجام دادند که خودشان یک روز مخالفت اون مسئله رو میکردن. یکیش دستبوسی بود، یکیش اینکه ما مگه نوکر شاه هستیم یا ما بازیچه نیستیم، ما انسانیم، ما صحبت از حکومت دموکرات میکنیم، ما میخوایم سوسیالیست رو وارد ایران بکنیم و غیره. اما از همون ساعتهای اول هزاران برابر بدتر از آن چیزی کردن که حتی حرفشو میزدن. این در این تصویر امشب هست. و بعد چگونه است که اینها میرن اون بالا صحبت از من؟ سنجابی میگه اینجا براتون، من یک به یک از هموطن عزیز و ارجمندم تقاضا کردم برامون ترجمه بکنه قسمتیش رو و تا قسمتی از ترجمه فرانسه رو در اختیار من قرار داد که براتون میخونم امشب. ولی این فیلم 100% شوکتونم میکنه، اون کسایی که شاید باور نداشتن تا به امروز حرفای من رو، این سندی بر یکی دیگر از اسنادی است که در این برنامه تا به امروز پخش شده. در هر جمعیتی که چند نفری باشن یکی از اونا باید اداره کنه. Alors que le Front démocratique a appelé au boycott du référendum, le Front national se prononce pour le oui. La représentante des femmes plaide pour le oui, un oui, dit-elle, à un islam moderne et progressiste, un oui à une république qui accorde des droits égaux aux femmes et aux hommes. Le Front national est dirigé par un ancien collaborateur de Mossadegh, le docteur Karim Sanjabi. En automne dernier, il s'était rendu à Nauf-le-Château pour faire allégeance à l'ayatollah Khomeini. Aujourd'hui, il est ministre des Affaires étrangères du gouvernement Bazargan. À l'intérieur même du Front national, on lui reproche sa politique floue, faite de compromis, une politique peu attrayante aux yeux des nouvelles générations.
برای ما وجود آورده است ناشناس صحبت کنم. Si Roménie parvient toujours à subjuguer l'aide financière est fournie par les banques sous forme de prêts, soi-disant sans intérêt. Mais on a remplacé l'intérêt par les frais administratifs. La banque centrale et la chambre de commerce sont mises à la disposition de l'industrie l'équivalent de 100 millions de francs suisses pour augmenter les salaires ouvriers. Et de cette façon, assurer la reprise du travail dans les usines, ce qui devrait améliorer la situation économique. خلاصه مطلب رو خدمتتون عرض بکنم. سنجابی میره بالای میکروفون بعد از اینکه دیدید عکس مصدق، عکس خمینی، عکس تختی تونستن از مردم، احساسات مردم نسبت به افراد ملیشون استفاده کنن، این دوتا رو یه جوری به هم بقبولن. از اون طرف ارتش رو آماده کرده بودن از طرف قره‌باغی و فردوست. این داستانی رو که دیدید دقیقاً ما بین اسفند ماه هست، تصاویری که مشاهده کردید اسفند 57 تا فروردین، یعنی 10 روز اول فروردین هست، چیزی حدود 40 روز. در طول 40 روز این تصاویر فیلم برداری شده بود، 40-45 روز حد اکثر. چرا که راجبه هویت حکومت اسلامی کسی چیزی نمیدونست، فقط این اشخاص کچلوار کرواتی رو مردم بالا میدیدن. کسی خمینی رو نمیشناخت به اون صورت، کسی اصلا اگر سنجابی ها نمیرفتن که این رو از فرانسه بیارن، کسی نبود که بیاد به دنبال خمینی. مردم رفتن به دنبال بازرگان ها، شعارهاشون. و دیدین که چگونه وقتی که تمام قرعه مردم به این صورتی که وقتی که مردم به تو اعتماد دارن، تو قرعه مردم میری میسوزونی. دست خمینی رو از همون لحظه اول بوسید. چه کسانی رو تا به امروز نشون دادم؟ بنی صدر که خودش از همون لحظه اول اومد اعتراف کرد که این یک توطئه بوده، همش ساختگی بوده. این شخص هم دست خمینی رو بوسید، بازرگان هم بوسید، تمام افرادی که رفتن به نفل شاتو بوسیدند. ولی چی میگه سنجابی؟ چی میگه در اینجا وقتی که سوال از سنجابی میپرسن که آقا بفرمایید نظر شما چیست، میگه خب ما وارثان دکتر محمد مصدق.